سرخط خبرها. نیویورک بزرگترین کانون کرونا در جهان با گورهای دست جمعی برای جان باختگان. اتحادیه اروپا بسته نجات 500 میلیارد یورویی برای کشورهای عضو تصویب کرد. اعلام جزئیات طرح فاصله گذاری هوشمند در ایران، بازگشایی اصناف مشروط به ثبت نام در سامانه سلامت است. ثبت 37 مورد جدید ابتلا به کرونا در افغانستان. وزارت مخابرات از ساخت اپلیکیشنی برای تشخیص موقعیت افراد مبتلا خبر داد. و سفر به ایستگاه فضایی بین المللی، جایی که از ویروس کرونا خبری نیست. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. دبیر کل سازمان ملل هشدار داده بحران کرونا تهدیدی برای صلح و امنیت جهان است. آنتونی گوترش گفته این سازمان با سخت‌ترین آزمون خود از زمان تأسیسش روبرو بوده. بحران کرونا باعث رکود فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان شده، از جمله اتحادیه اروپا که حالا یک بسته نجات 500 میلیارد یورویی را برای کمک به کشورهای آسیب دیده از کرونا تصویب کرده. بر اساس تازه‌ترین آمار، تا به حال بیش از 1,600,000 نفر مبتلا به کرونا در جهان شناسایی شده و نزدیک به 100,000 نفر جانشان را از دست دادند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. گورکن‌های نیویورک مشغول کارند. قبلا این کار را زندانیان می کردند، اما این دیگر جواب نمی دهد. فعلا کار به پیمانکاران واگذار شده، در شهری که ویروس کرونا کشتار می کند. در نیویورک تا این لحظه 7,000 کشته از میان 160,000 مبتلا، ولی با صدها هزار مبتلای دیگر در سراسر کشور، این همه آمریکاست که رنج می کشد. از جمله 16 میلیون نفر که از کار بیکار شدند، یا ساکنان محروم شهر لس آنجلس که در صفهای غذای رایگان انتظار یک وعده غذا را میکشند. ما اینجا خانواده‌هایی داریم که به خاطر بیکاری و نداشتن پول محتاج غذا هستند. گوشت یخ زده و میوه و امروز مشخصاً مرغ. ما داریم اینجا بهشون غذا میدیم که در روزهای آینده دچار مشکل نشن. اگر خدایی هست که میتوان به درگاهش دعا کرد، باید تنها دعا کرد، نه مثل سالهای قبل که نزدیک عید پاک اینجا در بنای کلوسیوم ایتالیا غوغا بود. امروز خیابانهای کلوسیوم سوت و کور است. عید پاک همه در خانه میمانند. در اروپا همه چشم به راه کمکهای دولتی برای گذران زندگی هستند. نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا بعد از ساعت‌های طولانی بحث و اختلاف نظر، امروز یک بسته بزرگ حمایتی تصویب کردند. بسته‌ای که امروز تصویب کردیم معادل 4% تولید ناخالص داخلی اروپا است که هدف آن حفاظت از اقتصاد اروپا در این دوران بحرانی است. سرعت عمل ما در واکنش به این بحران بی سابقه بوده. سرعت عمل مهم است. اگر هند 17 روز پیش وارد قرنطینه نمی‌شد، محال بود امروز فقط 200 جان باخته را شمارش کند. ولی اوضاع می تواند به مراتب بدتر شود. فعلا مردم هند در خانه ماندند و خیابان‌های شهر را به حیوانات سپردند که متعجب از این خلوتی در کوچه پس کوچه ها پرسه می زند. بهتر از این است که به جای حیوانات، خیابان‌ها مملو از جنازه انسان‌ها شود، مانند اکوادور که مسئله جنازه ها خود به یک معضل بدل شده. خبر خوب این که سازمان جنگلبانی مقادیر زیادی چوب به شهرداری‌های اکوادور اهدا کرد تا جنازه‌های روی دست مانده آبرومندانه در تابوت دفن شوند. آمار رسمی اکوادور 270 جان باخته است. آمار واقعی خیلی بیشتر است. اما در خیلی از کشورها همین حرف مجازات سختی در پیش دارد. یک سیاستمدار هندی به زندان افتاد چون گفت آمار رسمی دروغ است. یک سلبریتی در مالزی زندانی شد چون گفته بود بیمارستان‌ها آماده نیستند. تاکنون بیش از 250 نفر در آسیا به اتهام نشر اکاذیب و تشهیش اذهان عمومی در مورد کرونا بازداشت شدند. بحران کرونا یک پدیده عجیب است. بشر هم واکنش‌های عجیب نشان می‌دهد. از جمله هیچ واکنشی نشان ندادند. مثل اینجا در بلاروس، دولت اصرار دارد که همه چیز باید به روال عادی باشد.
به پایتخت بلاروس که بروید به جز مقداری ماسک و دستکش انگار نه خانی آمده نه خانی رفته. سیاوش اردلان، بی بی سی. و همینطور که سیاوش در گزارشش بهش اشاره کرد، بیشترین آمار مبتلایان از هر کشور دیگری را الان فقط نیویورک به تنهایی داره. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، شاید یکی از غم‌انگیزترین صحنه ها، صحنه ای که ما میبینیم گروه های دست جمعی در نیویورک برای قربانیان کرونا داره کنده میشه. تعداد بالای مرگ و میر، نزدیک نیمی از این حدود 17000 نفری که تا حالا جان خودشون رو بس از ابتلا به کرونا در آمریکا از دست دادن، اینجا در ایالت نیویورک و بخش عمده ایش در شهر نیویورک هست. و به همین جهت مقام ها میگن امکان این که همه افرادی که جانشون از دست دادن بتونن، خانواده هاشون بتونن اونها رو در جایی که دلشون میخواد فعلا دفن کنن وجود نداره. در اینچه به صورت موقت در این جزیره ای که 3-4 کیلومتر از جایی که من هستم فاصله داره دارن این دفن رو انجام میدن، تا اینکه بعد از اینکه بحران عبور کرد خانواده‌ها بتونن منتقل کنن اجساد عزیزانشون رو به محلی که دوست دارن و مراسم بگیرن. ولی نشانی از اوج بحران داره اینجا در نیویورک. البته همزمان کورسوی امیدی هم وجود داره که این آمار مرگ و میر نتیجه زمانی است که هنوز این فاصله اجتماعی، این تعطیلی شهر و ایالت انجام نشده بود، به خاطر اینکه از روزی که افراد مریض میشن تا روزی که جانشون از دست میدن به صورت متوسط ممکنه 2 تا 3 هفته فاصله باشه. و تعداد کسانی که الان دارن بستری میشن در بیمارستان ها کاهش چشمگیری داشته در روزهای اخیر، که این امید رو ایجاد کرده که ممکن است به سرعت در هفته های آینده شاهد کاهش تعداد مبتلایان هم باشیم، به خاطر اینکه این فاصله اجتماعی داره نتیجه میده. البته با تاکید مکرر از سوی فرماندار و شهردار و مقام‌های بهداشتی ایالت که نباید به هیچ عنوان خیالمون راحت باشه که این وقت اون رسیده که کم کم به حالت عادی بازگردیم. به محض اینکه به حالت عادی بازگردیم باز این اعداد و ارقام افزایش پیدا می‌کنه. باید دست کم چندین هفته، بعضی ها حتی چندین ماه حرف می‌زنن که این وضعیت بمانه، تعطیلی بمانه تا اینکه به صورت الان جدی تعداد مبتلایان، همونطور که خودت هم گفتی، تا عادی شدن وضع فاصله خیلی زیادی وجود داره. اما سیاستمداران در آمریکا هم مثل خیلی از جاهای دیگه نگران عواقب اقتصادی این موضوع هستن. چقدر به نظر میرسه که این محدودیت ها همچنان ادامه پیدا کنه و واحدهای اقتصادی خیلی زود شروع به کار نکنند؟ نزدیک 17 میلیون نفر، یعنی 10% کسانی که در آمریکا شاغل بودند، در هفته های اخیر بیکار شدن. در نتیجه این نگرانی وجود داره که این اعداد ارقام افزایش چشمگیر پیدا بکنه، رکود عمیق اقتصادی وجود داشته باشه. به خصوص آقای ترامپ دلش میخواد که این باز شدن کسب و کارها زودتر رخ بده که قبل از انتخابات بتونه از این وضعیت اقتصادی آمریکا عبور بکنه. ولی واقعیت های ایالتی در ایالت های مقام های ایالتی و مقام های بهداشتی این است که اونها احتمالاً تن نمیدن به باز شدن به سرعت کسب و کارها تا وقتی اطمینان پیدا کنند که این بیماری یا دست کم منحنی بیماری به صورت جدی کاهش پیدا کرده. و همین جهت نگرانی از وضع بدی نگرانی جدی است. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک با ما. امروز جزئیاتی از شیوه اجرای مرحله دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی در ایران اعلام شد. بر این اساس بازگشایی واحدهای صنفی کم خطر از فردا به ثبت نام در سامانه سلامت مشروط شده. وزارت بهداشت میگوید این اصناف باید کدهای بهداشتی جدید را در محل کار خود نصب کنند. طبق تازه ترین آمار این وزارتخانه، از دیروز در ایران نزدیک به 2000 مبتلای جدید شناسایی شده و 122 نفر دیگر جانشان را از دست دادند. به این ترتیب آمار رسمی کل مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 68000 نفر رسیده و در مجموع بیش از 4200 نفر جان باختند، هرچند منابع دیگر آمار واقعی را بیش از آمار رسمی می‌دانند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. روز جمعه تفاوتی با باقی روزهای هفته نداشت. دولت همچنان اصرار دارد که روند رو به کاهش شیوع کرونا در ایران ادامه دارد و اگرچه هنوز بر تعداد مبتلایان افزوده می‌شود، اما شرایط برای کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع این ویروس فراهم است.
ابتکار تازه دولت فاصله گذاری هوشمند یا مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی نام گرفته که به رغم برخی ابهامات درباره آن از روز شنبه در سراسر کشور به جز تهران آغاز خواهد شد. اجرای این طرح در پایتخت به روز 30 فروردین ماه موکول شده. این طرح چیست و چه تفاوتی با فاصله گذاری اجتماعی معمولی دارد؟ واقعیت اینه که این فاصله گذاری اجتماعی به معنای ساده، یعنی که شما یا اون واحد صنفی و صنعتی که داره ارائه خدمت میکنه در راستای ارائه خدمتش هم باید سلامت خود و سلامت مشتریانش رو تأمین کنه، هم از نظر اقتصادی به فعالیت خودش بپردازه. بر اساس برنامه ریزی دولت برای این کار، اصنافی که کم خطر شناسایی شدند از شنبه کارشان را آغاز می کنند. برای این کار، همه اصناف باید در وبسایت وزارت بهداشت ثبت نام کنند و آنها که مجوز می گیرند همان اصناف کم خطر هستند. برای این مجوز باید تضمین کنند که سلامت کارکنانشان را تأمین می کنند و سلامت مشتریان را به خطر نمی اندازند. مشکل اما اینجاست که تعریف اصناف کم خطر و پرخطر مناقشه آفرین شده. مثلا هتلدارها میگویند که ضرر اقتصادی قابل توجهی را تحمل کردند و اصرار دارند که در جمله اصناف کم خطر قرار بگیرند. ستاد مقابله با کرونا اما زیر بار نمی رود و میگوید هتلها باید بسته باشند، تصمیمی که در نهایت با دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی نیز همراه شده. اما جامعه هتلداران خراسان رضوی روز جمعه اعلام کرد که همزمان با مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی برخی از هتل‌های شهر مشهد باز خواهند شد که عملاً برخلاف توصیه صریح وزارت بهداشت است. موضوع بیماری کووید 19 و کرونا را جدی تلقی کنید. قطعاً همچنان همه نکات بهداشتی، بهداشت فردی و عمومی، موضوع محدودیت ترددها، محدودیت سفرها، لغو هر گونه سفر و تردد غیر ضروری بر جای خود باقی است. استدعا داریم مردم عزیز کماکان موضوع رو جدی بگیرند. متاسفانه ما ظرف 24 ساعت گذشته باز هم شاهد افزایش تعداد موارد در شاید 5 تا 8 استان مهمانپذیرمون بودیم که همچنان ادامه داره. استانهای تهران، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و برخی استانهای دیگه روند صعودی موارد جدید ابتلا رو گزارش کردند و همه اینها در حالی است که بارش باران و برف در بسیاری از نقاط کشور ادامه دارد و بیش از 20 استان کشور با هشدار وقوع سیل روبرو هستند. واقعی که میتواند بر وضعیت شیوع و همچنین توانایی کنترل ویروس کرونا اثر قابل توجهی بگذارد. کیوان حسینی، بی بی سی. برای صحبت بیشتر در این باره ناصر آملی مقدم روزنامه‌نگار از مشهد با ما هستند. آقای آملی مقدم، همونطور که در گزارش همکارم هم اشاره شد، الان جامعه هتلداران خراسان رضوی گفته که بعضی از هتل‌ها باز خواهند شد. به چه علت هست؟ آیا الان زوار مراجعه می‌کنند به مشهد؟ نه، من تا جایی که من اطلاع دارم و در شهر میبینم ما خیلی مسافری قابل توجهی رو نمیبینیم. منتها مشهد فقط زائر پذیر نیست، خب یک منطقه اقتصادی هم هست و بخش زیادی از افراد برای موارد دیگه هم به مشهد میان. شاید منظور اونها از نیاز به هتل‌ها اونها باشه. والله نگاه ما این رو نشون نمیده که زائری آنچنانی وارد مشهد. و به نظر شما آیا الان واقعا خراسان رضوی آماده بازگشایی یک سری از اصناف رو حالا داره، مخصوصا هتل ها؟ ببینید، بحث به هر صورت، این بحثی که ما داریم میکنیم دایر مدار اینه که آیا قرنطینه به شکل سابق ادامه پیدا بکنه یا نه. این مسئله به نظر من برمیگرده به امکان در قرنطینه نگه داشتن کشور به صورتی که کشور رو بشود اداره کرد. به نظر من میاد که دولت داره راه‌های واسطه و میانه رو برمی‌گزینه که از یک سو اقتصاد کشور به کلی تعطیل نشه و از یک سو هم به تعبیر خودش به صورت هوشمند مردم
رعایت مواجهه با همدیگر رو و اون به اصطلاح فاصله گذاری هوشمند رو انجام بدن. غیر از این به نظر میرسه نظر دولت اینه که طور دیگری کشور رو نمیشه اداره کرد. یعنی شرایط ما با شرایط کشورهای دیگر جمله چین و اینا تفاوت‌های مشخصی داره که اگه لازم باشه من توضیح. چقدر فکر میکنید که الان به آماری که دولت داره میده میشه اعتماد کرد؟ برای اینکه هر روز میگن ما تست‌های بیشتری میگیریم ولی آماری که داره اعلام میشه کاهش پیدا میکنه نه افزایش، با توجه به رقم تستی که داره گرفته میشه. ببینید ما چاره‌ای نداریم جز این که با آمار دولت اتکا بکنیم. آمارهای دیگری هم که اعلام میشه منبع و منشأ مشخصی نداره. ما ناگزیریم به آمار دولت تکیه کنیم. منتها احتمال این که تعدادی از افراد بیمار بشن و به خود قرنطینگی روی بیارن و آمارشون در وزارت بهداشت منعکس نشه وجود داره. احتمال پنهانکاری هم هست، من نمیگم نیست، احتمالش رو عرض میکنم، قطعی نمیگم، ولی این روندیست که شما در همه جای دنیا دارید مشاهده میکنید. فرمودید که ایران رو از لحاظ اقتصادی وضعیت این موضوع وضعیت رو متفاوت میکنه برای ایران در مقایسه با دیگر کشورها. آیا موضوعات دیگری هم هستند اینجا دخیل؟ بله، شما مثلا ببینید در چین اولا یک حکومتیست که اقتصاد بین المللی باز داره و حکومت متمرکز داخلی. در یک کشور نزدیک قریب به 2 میلیارد نفر جمعیت 80 میلیون نفر رو قرنطینه کردن، بقیه کشور کار میکرده تا اون 80 میلیون رو تامین کنه. خب شما ایران رو اگر همش رو قرنطینه بکنید با این وضعیت اقتصادی، با این وضعیت نفت، با این وضعیتی که دولت دیگه نمیتونه مالیات هم از مردم بگیره، خب چگونه از اینهای مردم رو تامین کنه؟ ما باید دنبال امر ممکن باشیم نه صرفا دنبال امر مطلوب. بله مطلوب اینه که مردم برن تو خونه هاشون بنشینن تا ویروس از بین بره، که تازه اونم معلوم نیست از بین بره یا نره. هر چند روز یک بار سازمان بهداشت جهانی یک حرفی میزنه، یک بار میگه ماسک بزنید، یک بار میگه نزنید، یک بار میگه فاصله 8 متر، یک بار میگه فاصله 1.5 متر. تو این شرایط مبهم تصمیم گیری واقعا کار مشکلیه. و مردم، شما در شهری که شما زندگی میکنید، به هر حال مردم چه فکر میکنن؟ چه چیزی رو بیشتر از همه ترجیح میدن؟ ببینید مردم دو طیفن. یه طیف کارمندان دولتی و حکومتی هن که اینها خیالشون راحت که اگر در خانه بنشینن، حالا گویی که قبل از اینکه در خانه بنشینندن بعضی هاشون خیلی کاری نمیکردن، خب حقوقشون میاد و زندگیشون تامینه. ولی بخش عمده جمعیت مشهد و همه جای ایران مشاغل آزادند، کارگران آزاد، کارگران صنعتی، خود صنعتگران، خود بازاریان. الان چند روز پیش من با یه نفر از این بیزنسمن ها و بازرگانان داخلی صحبت میکردم، میگفتن آقا به ما میگن کارتون رو تعطیل کنید ولی برخی از شعب بانک بازه. خب چک های ما میره به بانک ها، ما اگر نتوانیم کار کنیم چک هامون رو نمیتونیم به اصطلاح پاس کنیم. بنابراین اگه قرار ما تعطیل بشیم بگید بانک های هم از این حیث روی چک های ما اقدام نکنه. این که من از روز اول تاکید میکردم که یه ستاد هندسی که همه از لا امر رو باید ببینه باید در کشور تشکیل بشه به همین دلیله. یعنی نمیشه شما به بازاریا بگید آقا کار نکنید ولی بانک ها چک های بازاریا رو اقدام کن. خب این مشکل ایجاد میکنه برای مردم. چه فرقی میکنه؟ خیلی ممنونم از شما ناصر آمالی مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد. یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی گفته این کشور برای صادرات اقلام بشردوستانه به ایران از دولت آمریکا مجوز معافیت از تحریم گرفته. به گزارش خبرگزاری کره جنوبی گفته این کار میتواند از حدود 1 ماه دیگر آغاز شود. بنابراین گزارش، کره جنوبی برای انجام دادن تراکنش‌های مربوط به این صادرات علاوه بر کانال بانک مرکزی ایران به دنبال استفاده از یک بانک ایرانی معاف از تحریم و همچنین کانال تجاری سوئیس است که با توافق آمریکا برای صادرات غذا و دارو به ایران ایجاد شده. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دبیر کل سازمان ملل هشدار داده بحران کرونا تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است. وزارت بهداشت ایران میگوید اصنافی که از فردا بازگشایی میشوند باید در سامانه سلامت ثبت نام کرده باشند. در ادامه برنامه، سفر به ایستگاه فضایی بین‌المللی جایی که از ویروس کرونا خبری نیست.
با ثبت 37 مورد جدید ابتلا به کرونا در افغانستان، شمار مبتلایان شناسایی شده به 521 نفر رسید. وزارت صحت عامه گفته 16 نفر آنها در کابل و 8 نفر در هرات هستند. دیروز امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری هشدار داد که تلفات کرونا در افغانستان افزایش خواهد یافت. در همین حال وزارت مخابرات از ساخت اپلیکیشنی برای تشخیص موقعیت افراد مبتلا به کرونا در این کشور خبر داد. برای صحبت بیشتر در این باره طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان با ما هستن. آقای آریان، دیروز معاون اول رئیس جمهوری هشدار دادن که کرونا در افغانستان ممکنه تا 300 هزار نفر رو قربانی بگیره. الان افغانستان در چه وضعیتی وجود هست در این باره؟ سلام به شما و بیننده‌های خوبتان. امروز ما 14 روز قیود گشت و گذار در افغانستان به ویژه در پایتخت تجربه میکنیم و با تاسف که ما در 2 روز اخیر شاهد گزارش های از افزایش ثبت رویدادهای مثبت ویروس کرونا بودیم در کابل و این در حال است که هرات به عنوان منشأ کرونا در افغانستان بیشترین آمار به خود داشته و در 24 ساعت گذشته در کابل ما آمار بیشتر نسبت به هرات داشتیم و این نگرانی برای همه ما است. به این وجه ما قیود گشت و گذار را 3 روز به این طرف شدت بخشیدیم و پیشبینی که همکارای وزارت صحت عامه ما و دکتر صایبا میکنند این است که ما به طرف روزهای دشوارتر روان هستیم. به این صورت نیاز است که قید گشت و گذار تقویت شود. نگرانی که الان وجود داره این است که بعضی از ولایات افغانستان تحت تسلط طالبان هستند. به این مناطق چطور کمک رسانی میشه؟ خب حکومت و همه ما مسئولیت داره برای همه شهروندان افغانستان، برای حفظ جانشان، اما طالبا هرگز پایبند به هیچ اصولی نیستند. اونا حتی در مناطق که حضور دارن هر روز دست به جنایت میزنن و انتظار از پیشان نیست که اونا به این عرصه کمک بکنن. اما آنچه که به حکومت و بر ما برمیگرده تمامی تلاشی است که از جلوگیری و انتشار ویروس در نقاط که آسیب پذیر است و شیوعش متصور است جلوگیری بکنیم و فعلا ولایاتی که شیوع به او متصور است بیشتر بعد از هرات کابل است و ولایات مثل ننگرهار است، مزار شریف است، کندهار است، دایکندی و چندین ولایت دیگه که آمار مصاب شدگان ما داریم. اما بیشترین از او در هرات و در کابل است و تمام تلاشی است که با وضع قیود گشت و گذار ما از مردم با یک تعامل و تدبیر دو جانبه بخواهیم که در این وضعیت همکار باشند و بر حفظ سلامت زندگیشان مدت را در خانه بانند و ایره با یک حوصله مندی کامل تا ای که در روزهای آینده ما ببینیم با کدام وضعیت روان است. در روزهای ابتدایی که این مقررات وضع شده بود خیلی ها رعایت نمی کردن. الان آیا وضع عوض شده و آیا دولت اقداماتی رو در نظر داره برای برخورد با متخلفان؟ بسیار وضعیت تفاوت پیدا کرده. شما اگر در کابل گزارشگرایتان حتما تصاویر را گرفتن، کابل امروز و کابل هفته که گذشته کابل 2-3 هفته قبل نیست. قطعا ایره شهروندها هم در نظر گرفتن و تهدید متوجه شدن. هر چند در روزهای نخستین مخصوصا روز اول، دوم و سوم یک مقدار وضعیت متفاوت بود. مردم هنوز چون وضعیت غیر قابل پیش بینی بود، بر مردم هنوز آشنا نبود و برخی از نیازمندیهایی که شهروندهای پایتخت داشتن برای رفع از او میبر آمدن. اما در روزهای بعدیش وضعیت به حالت بهتر شدن رفت و قیودی را که ما میخواستیم آیسته آیسته و قیود مراد شده رفته و هنوز هم تاکید مایی است که تا ای که وضعیت کنترل میشه و تا ای که ما به وضعیت متسلط میشویم، ما توقع ما از شهروندهای پایتخت و کابل ای است که همکار باشند با پلیس، با سکتورهای حکومتی و برای حفظ سلامت خود و برای حفظ سلامت خانواده‌هایشان همکار نزدیک باشند و پلیس مسئولیتش است و مکلفیتش است و ما در این قسمت جدیت لازم و کامل بله. داریم که قیود گشت و گذار را تقویت ببخشیم. متشکرم از شما طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان.
بعد از توافق اوپک و چند کشور دیگر صادر کننده نفت برای کاهش عرضه به میزان 10 میلیون بشکه در روز، وزیر انرژی عربستان گفته اجرای این توافق به تصمیم مکزیک بستگی دارد. گزارش شده مکزیک در جلسه دیروز گروه موسوم به اوپک پلاس درباره دادن تعهد برای کاهش تولید مردد بوده. کاهش مورد توافق این گروه معادل 10% کل عرضه نفت در بازارهای جهانی است. این تصمیم برای جبران افت شدید قیمت نفت پس از شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید تقاضا گرفته شده. جنگ قیمت بین روسیه و عربستان هم موجب افت بیشتر قیمت ها شده بود. اما اگه دنبال جایی هستید که ویروس کرونا اونجا نباشه، نیاز به یک موشک فضایی دارید. یکی از همین موشک ها به تازگی راهی ایستگاه فضایی بین المللی شده. یکی از سرنشینانش میگه اونجا امن‌ترین نقطه دنیاست. استیو روزنبرگ از مسکو گزارش میده. برای فرار از ویروس کرونا این هم یک ایده است. زمین را ترک کنید. اینجا یک موشک سویوز روسیه به هوا پرتاب می شود. داخل آن دو کیهان نورد، آناتولی ایوانیشین و ایوان واگنر و کریس کسیدی فضانورد ناسا. خدمه جدید ایستگاه فضایی بین المللی. ویروس کرونا روی تمرین‌های آمادگی آنها هم تأثیر گذاشت. این سه نفر مجبور بودند قبل از سفر در قرنطینه ویژه بمانند، بدون هیچ تماسی با دیگران. این یعنی حتی اعضای خانواده‌هایشان هم زمان پرتاب حاضر نبودند. دلمون می‌خواست که خانواده‌هامون هم اینجا بودن، ولی متوجهیم که باید ایمن باشیم. هیچ کس دلش نمی‌خواهد از آن بالا با کووید 19 برگردد، اما با فرض سلامت کامل آنها فعلا برای مدتی از ویروس دور خواهند ماند. البته برای یک فضا نورد تنهایی و در قرنطینه بودن به طور طبیعی اتفاق می‌افتد. آنجا دیگر برای خرید به مغازه و برای ورزش به باشگاه نمی روند. 400 کیلومتر بالاتر از سطح زمین این مردان برای ما الگویی را تداعی می کنند. جایی که برای 6 ماه آینده خانهشان خواهد بود. استیو روزنبرگ، BBC نیوز، مسکو. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی BBC هست.